اخبار سه‌شنبه 17 خرداد ماه در خدمت شما هستیم از شبکه رسانه‌ای سبز ایران و اما مهمترین عناوین این بخش خبری. نامه 8 نوریزاد خطاب به رهبری. آیت الله همجد گفت دیگر پشت ظالم نماز نخوانید و استغفار کنید. صراحت و شجاعت سردار جوانی در اعتراف به یک اشتباه بزرگ. با اعلام رئیس مجلس مقایرت 26 مصوبه دولت با قوانین جاری کشور و اعتراض توکلی به بی‌تجربگی علی آبادی در حوزه نفت. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار سه‌شنبه 17 خرداد ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و وقت بخیر میگم به شما عزیزان و امیدوارم که تا پایان این بخش خبری ما رو همراهی کنید. خبر اولمون در ارتباط با نامه ای از نوریزاده. نوریزاد در نامه 8 خطاب به رهبری نوشت احمدی نژاد به وقت ضرورت از شما عبور خواهد کرد. محمد نوریزاد مستندساز و جهادگر که به تازگی از بند 2 الف سپاه آزاد شده است در نامه‌ای به رهبری که در وبسایت خود منتشر کرده تصریح کرده است. جوانهای مردم را سلاخی می‌کنیم. در روز عاشورا مردم را ترور می‌کنیم و زیر چرخ اتومبیل انتظامی خود له می‌کنیم و آنان را از بالای پل به زیر می‌اندازیم. کوچکترین گزشی اما به خاطر مبارک ما خطور نمی کند و کوه غیرت ما را بر نمی جوشاند. همین خاطر مبارک و کوه غیرت ناگهان اما با پاره شدن یک عکس امام بر می آشوبد و جوشیدن می گیرد. این روزنامه نگار منتقد که ماها به دلیل همین نامه های دردمندانش به رهبری در انفرادی های سپاه بازجویی شده با اشاره به تماس ها و نشانه هایی که دریافت کرده است احتمال می دهد مجدداً به زندان اوین فرا خوانده شود. از این رو نامه 8 خود را از باب سخن بدون لکنت یک کوچکتر به بزرگترش که سال گذشته در زندان نوشته است در وبسایت خود منتشر کرده است. این هنرمند منتقد با ابراز نگرانی از اوضاع کنونی جامعه تاکید می کند من با اطمینان از همین سلولی که در آن زندانیم اعلام می دارم آقای احمدی نژاد به وقت ضرورت از شما عبور و همه خاکساری های دروغین خود را کنار زده و ذات نامتعادل خود را عریان خواهد کرد. سلامت یک فرد را می توان از میزان سلامت اطرافیان او رصد کرد. او یک روز رو در روی خود شما می ایستد و به شما می گوید پرونده همه شما پیش من است. به دزدی های من و اطرافیان من کاری نداشته باشید تا به دزدی های شما کاری نداشته باشم. آیت الله همجد گفت دیگر پشت ظالم نماز نخوانید و استغفار کنید. به گزارش آینده این استاد اخلاق و عرفان با بیان اینکه اگر تا حالا پشت سر امثال بنده نماز می‌خواندید و حالا سرکش شدیم و ظلم کردیم دیگر نماز نخوانید. ادامه داد همه ما باید استغفار کنیم اما باید بر مردم عادی خوشبین باشیم. استاد محمود امجد افسود همه باید مردم را به خدا دعوت نماییم. نیاز به عمامه نیست اما به شرطی که مردم را به خود دعوت نکنیم به خدا دعوت کنیم. وی با بیان اینکه گذشت زمان همه مسائل را روشن خواهد ساخت افسود باید هر کسی خودش به حرف حق برسد. قرآن میگوید اعتدال داشته باشید اما کسی که نمیخواهد حرف حق را بفهمد به زور تسلیم حرف حق نخواهد شد. ارگان سیاسی سپاه از ائمه جمعه و صدا سیما خواست تا در سخنرانی ها و برنامه های خود از رهبری به عنوان امام یاد کنند و در ترویج آن بکوشند. هفته نامه صبح صادق در یادداشتی به قلم سردار یدالله جوانی عنوان کرده که امروز باید با صراحت و شجاعت اعتراف کنیم که در سال 1368 و پس از رحلت امام خمینی پس از اعلام نام خامنه‌ای عزیز از سوی خبرگان رهبری دچار اشتباه بزرگی شدیم و آن اشتباه این بود که از ایشان با عنوان امام یاد نکردیم.
به اعتقاد سردار جوانی، صدا و سیما باید در این مسیر به رسالت رسانه‌ای خود عمل نماید. ائمه جمعه سراسر کشور و دیگر صاحبان تریبون و قلم باید بسیج گردند. وی افسوده است وظیفه خود بدانیم که اولا از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ادای حق جایگاهش با عنوان امام خامنه‌ای یاد کنیم و ثانیاً دلیل به کار بردن این عنوان را برای مردم تبیین نماییم. توکلی گفت تجربه نفتی علی‌آبادی به درد خودش می‌خورد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته علی‌رغم اینکه علی‌آبادی انسان محترمی است، قابلیت لازم را برای ریاست اوپک ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، احمد توکلی با اشاره به معارفه محمد علی‌آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت گفته به لحاظ قانونی معارفه وی مشکلی ندارد، اما خلاف مصلحت است، چرا که علی‌آبادی هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد و قرار است برای اولین بار اجلاسی را که ریاست آن بر عهده ایران است اداره کند. نماینده مردم تهران تصریح کرده که استدلال علی‌آبادی به درد رضایت خاطر امثال خودش می‌خورد، وگرنه ملت ایران چون این استدلال پوچی را نمی‌پذیرد که کسی بگوید من از سال 54 مهندس شدم و مخزن نفتی کن را ساختم، پس می‌توانم به وزارت نفت رفته و به عنوان نماینده ایران پس از سال‌ها در یک اجلاس بین‌المللی شرکت کنم. یادآور می‌شود ایران برای اولین بار ریاست اوپک را بر عهده گرفته و وزیر نفت باید این اجلاس را مدیریت کند. نماینده اسلام آباد غرب گفت دولت بر عدم اجرای قوانین مصوبه مجلس اصرار دارد. عضو فراکسیون ورزش مجلس ابلاغ تخلف قانونی دولت در عدم تشکیل وزارت ورزش از سوی مجلس را آخرین مرحله مماشات مجلس با دولت در این زمینه دانست و تاکید کرد. در صورتی که دولت پس از دریافت این نامه وزارت را تشکیل ندهد، مجلس با طرح شکایت از دولت از طریق قوه قضاییه موضوع را دنبال خواهد کرد. به گزارش خانه ملت، حشمت الله فلاحت پیشه با بیان اینکه مجلس بارها برای معرفی وزیر ورزش و جوانان به دولت اخطار داده افزود، متاسفانه گویا دولت بر عدم اجرای قوانین مصوب مجلس اصرار دارد و این بدعت تازه‌ای در رابطه دولت و مجلس است. فلاحت پیشه ادامه داد یکی از پیامدهای منفی تعلل دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان حذف تیم فوتبال بانوان ایران است که اگر این وزارتخانه متولی قاطعی برای حمایت از این تیم داشت، زحمات اعضای این تیم به هدر نمی رفت. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت 26 مصوبه هیئت دولت مغایر با قوانین جاری کشور است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در پی انجام بررسی های اولیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعلام نظر مقدماتی این هیئت به رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در نامه‌های جداگانه‌ای به احمدی نژاد مغایرت 26 مصوبه از مصوبات هیئت دولت را مغایر با قانون اعلام کرده و خواستار اصلاح این مصوبه شده است. معاون اول رئیس جمهور حادثه پالایشگاه آبادان را ریشه‌یابی کرد. به گفته رحیمی، این پالایشگاه اسفند ماه سال گذشته آماده افتتاح بود، اما با دغل‌بازی آلمانی‌ها یک قطعه باقی ماند که متخصصین داخلی مجبور به ساخت آن شدند. به همین دلیل افتتاح طرح توسعه پالایشگاه طول کشید. بر اساس این خبر که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، رحیمی مشخص نکرده که آیا دغل‌بازی آلمانی‌ها سبب حادثه پالایشگاه آبادان شده است و یا اینکه قطعه ساخته شده توسط متخصصین ایرانی کار را خراب کرده است. معاون استاندار تهران خبر داد استخدام در تهران ممنوع است. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران از تایید هیئت بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش ساعات ادارات در کلان شهر تهران خبر داد و گفت تاکنون بحثی درباره افزایش ساعات اداری کارمندان ادارات در تهران نداشته ایم.
نعمت‌الله ترکی در گفتگو با خبرگزاری دانشجوی ایسنا با اشاره به ظرفیت جذب و استخدام نیروی انسانی در پایتخت تاکید کرد بحث جذب نیروی انسانی در استان تهران به ویژه کلان شهر تهران ممنوع است و هیچ گونه جذب و استخدامی در سال جاری نداریم. پس از گذشت 37 روز از سومین بازداشت اشکان ذهابیان، خانواده وی موفق به دیدار کوتاه با او شدند. به گزارش جرس، این فعال دانشجویی که در روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه سال جاری در پی درخواست اداره اطلاعات و فشار مداوم به خانواده‌اش و برای اجرای حکم 6 ماهه خود به اداره اطلاعات ساری مراجعه کرده بود، در همان محل بازداشت شد و بیش از 1 ماه از حق ملاقات محروم مانده بود. احتمال دارد اشکان طی روزهای آینده برای گذراندن دوران حبس 6 ماهه‌اش به زندان بابل منتقل شود. هوشنگ اسدی نویسنده ایرانی پس از دریافت جایزه جهانی کتاب حقوق بشر آن را به حاله صحابی تقدیم کرد. به گزارش صفحه فیسبوک این روزنامه‌نگار ایرانی مقیم فرانسه، این جایزه به واسطه کتاب نامه‌هایی به شکنجه‌گرم، تألیف جدید هوشنگ اسدی به وی اهدا شده است. که این هم سلولی رهبری قبل از انقلاب جایزه خود را به حاله صحابی، همچنین مادر و همسر خود نوشابه امیری و دختران ایران و جانباختگان دهه 60 تقدیم نمود. گفتنی از کتاب هوشنگ اسدی که به واسطه آن جایزه جهانی کتاب حقوق بشر را از آن خود کرده، شرح خاطرات شخصی خود در زندانهای جمهوری اسلامی می باشد که تابستان سال 89 منتشر شد. شورای دفاع از حق تحصیل از دانشجویانی که در سال جاری از ادامه تحصیل در کشور محروم شدند خواست مشخصات و آمار خود را اعلام کنند. این درخواست در پی محرومیت از تحصیل اعلام شدن مجدد گروهی از قبول شدگان آزمون علمی تحصیلات تکمیلی توسط نهادهای حکومتی اعلام شده است. به گزارش جرس در این اطلاعیه آمده است کلیه اطلاعات دریافت شده تنها در اختیار شورا قرار دارد و بدون اطلاع و موافقت به هیچ عنوان منتشر نخواهد شد. شایان ذکر است شورای مذکور از سال 86 به جمع‌آوری و ثبت آمار و اطلاعات محرومان از تحصیل در ایران می‌پردازد. علاقمندان برای آشنایی بیشتر با این شورا می‌توانند به صفحه اینترنتی آن مراجعه کنند. مراسم بزرگداشت مهندس عزت‌الله صحابی و حاله صحابی در زندان رجایی شهر برگزار شد. به گزارش جرس در این مراسم زندانیان سیاسی به ذکر خاطرات خود از روابط و همکاری‌های خیش با رئیس شورای فعالان ملی مذهبی و حاله صحابی قرآن‌پژوه و از مادران صلح پرداختند. این مراسم با خواندن سرود و شعر و قرائت فاتحه برای مهندس و دخترش پایان یافت و زندانیان رجایی شهر برای بازماندگان خانواده صحابی به ویژه زرین و دخت عطایی، حامد صحابی، مهندس شامخی و همه فرزندان آرزوی صبر و ابراز همدردی نمودند. مدیرعامل اسبق ایران خودرو و جمعی از همکارانش روز دوشنبه هفته گذشته دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه اظهار داشت بازداشت منوچهر قروی و جمعی از همدستانش به اتهام جعل و خیانت در امانت بوده است. هنوز از جزئیات و پشت پرده های این بازداشت و همچنین محل نگهداری دستگیر شدگان خبری منتشر نشده است. یک روز انتخابات، 2 سال بحران. هنوز رأی ها رو نشمرده بودند. بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت می کنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. نماینده رودسر گفت دولت سیاسی کاری در انتخاب مدیران سازمان میراث فرهنگی را کنار بگذارد. رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با بیان اینکه الحاق سازمان میراث فرهنگی به وزارت ارشاد تأثیری در حل مشکلات این سازمان نخواهد داشت تأکید کرد
این طرح در واقع واکنش مجلس به ادامه انتخاب مدیران سیاسی برای اداره این سازمان بود که سالهاست وضعیت میراث فرهنگی را دچار بحران کرده است. اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفته رئیس جمهور با انتخاب نادرست رئیس سازمان میراث فرهنگی به یکی دیگر از اشتباهاتش سهه گذاشته و افرادی را برای ریاست این مجموعه فرهنگی انتخاب کرده که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد دولت باید در انتخاب رئیس سازمان میراث فرهنگی سیاسی کاری را کنار بگذارد و نیروی پرتنشی مثل احمدزاده را که برای ریاست آن انتخاب کرده عزل کند. سونامی تغییر به وزارت صنایع رسید. سرپرست وزارت صنایع و معادن تغییرات در این وزارتخانه را آغاز کرد تا در آینده نزدیک منتظر تغییرات جدید و شاید گسترده در صنعت و معدن کشور باشیم. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نخستین حکم حسین افشاری، مشاور وزیر و سرپرست مرکز حراست این وزارتخانه شد و افشاری همکنون بخش حراست وزارت بازرگانی را هم مدیریت می‌کند. این حکم سرپرست وزارت صنایع و معدن در واقع معنای دیگری هم دارد و آن این که پروژه تجمیع بیش از ادغام صنایع در بازرگانی به طور رسمی کلید خورد، پروژه‌ای که بازرگانی بر صنعت و معدن کشور ارجه است و نحوه از و نصب مدیران هم این را نشان می‌دهد. نماینده زابل گفت دولت به جای دخالت در بازار بورس بر نحوه فعالیت‌ها نظارت کند. عباس علی نورا در گفتگو با خانه ملت با بیان اینکه مشکل‌های موجود در بازار بورس مشکل‌های بنیادی نیست تصریح کرد یکی از مشکل‌های اساسی سازمان بورس شفاف نبودن نحوه فعالیت در این سازمان است. نماینده مردم زابل با یادآوری اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت بسته حمایتی را به بخش تولید ارائه نکرده و این بخش را با چالش بزرگی روبرو کرده است اظهار داشت اثرهای عدم حمایت دولت از بخش تولید امروز در بازار بورس نمایان شده است و ما شاهد رکود در بازار بورس هستیم. این نماینده تاکید کرده تا زمانی که تفکرهای دولتی در بازار بورس فعال هستند این بازار موفق نمی شود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ساختار بازار بورس دولتی است تصریح کرد دولت باید به جای دخالت در بازار بورس بر نحوه فعالیت ها در این بازار نظارت داشته باشد. برای لمس آزادی آهنگ جدید آریا آرامنژاد است که به شهید مظلوم حاله صحابی تقدیم شده است. آریا آرامنژاد در معرفی این آهنگ جدید نوشته است حاله با چشمانی باز ابدی شد. در شبی که تاریخ برگ از کتاب قطورش را ورق زد و دیگر بار قصه غمبار دردانه پیامبر فرزانگی و خرد تکرار شد. آریا آرامنژاد که از خوانندگان جوان موسیقی ایران است پس از انتخابات آهنگ علی برخیز وی با استقبال بسیاری مواجه شد. در پی انتشار این آهنگ آرامنژاد 26 بهمن سال 88 دستگیر شد و 44 روز را در بند انفرادی سپری کرد. وی در جلسه رسیدگی به اتهامات با قرائت متن دفاعیات خود به شرح شکنجه‌های روحی و جسمی که از سوی بازجویان و ماموران زندان بر او وارد شده بود پرداخت. تهدید به اعدام، 2 ماه بازداشت انفرادی در سلول سمتری، اجبار به عبور پابرهنه از روی خون یک مبتلا به ایز در سلول مجاور، اخبار دروغ درباره همسر، فحاشی و درآوردن لباس‌ها بخشی از برخورد ماموران اطلاعات و زندان متیکلای مازندران در مورد او بوده است. آرامنژاد در این دفاعیات به قاضی پرونده خود گفته بود نگرانی من از قضاوت شماست. بازجوهایم قاطعانه گفتند که شما مهره آنها هستید. نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم ختم صحابی ها در اصفهان جلوگیری کردند. به گزارش جرس مراسم بزرگداشت مرحوم عزت‌الله صحابی و دخترش حاله که قرار بود در مسجد باب الرحمه اصفهان برگزار شود علی‌رغم وجود مجوز لغو شد. بر اساس این گزارش نیروهای لباس شخصی که تعداد زیاد آنها موجب تحیر شرکت کنندگان در مراسم شده بود و نیروی انتظامی منطقه 12 اصفهان با بستن درب مسجد و متفرق کردن مردم مانع از برگزاری مراسم شدند.
در این مراسم دکتر فضل‌الله صلواتی از معتمدین اصلاح طلب استان و دکتر قروی از رهبران ملی مذهبی استان اصفهان و همچنین برخی از اعضای ملی مذهبی و نیروهای اصلاح طلب حضور داشتند. جمعی از فعالان و خانواده‌های زندانیان سیاسی با حضور در منزل عیسی سحرخیز، یکی از اعتصاب کنندگان قضا، مراسم افطار برگزار کردند. به گزارش جرس، مهدی محمودیان، رسول بوداغی، عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی، چهار زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر معترض به وضعیت نامناسب زندانیان، دست به اعتصاب قضا زده بودند. اما با خواست جمع زیادی از فعالان سیاسی به اعتصاب خود پایان دادند. آنها در بیانیه خود خاطر نشان کردند. اینک بنا به درخواست پدرانه حضرت آیت الله بیات زنجانی، سید محمد خاتمی و همچنین دوستان و همراهان در جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جوانان احزاب اصلاح طلب و رسانه‌های سبز اعتصاب قضایی خود را در روز دوشنبه 16 خرداد می‌شکنیم. شماری از فعالان سیاسی اعلام کرده بودند که برای همراهی با این چهار زندانی سیاسی تا زمان پایان اعتصابشان روزه سیاسی خواهند گرفت. شایان ذکر است که چهار زندانی اعتصاب کننده در زندان رجایی شهر در بیانیه اعلام پایان اعتصاب خود خواستار حضور مردم در راهپیمایی روز 22 خرداد در حمایت از رهبران جنبش سبز شدند. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما را همراهی کردید. تا فردا شب خدایا را نگهدارید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.